درود و دارم خدمت شما هموطنان عزیز مخاطبانی که در شبکه های اجتماعی این جانب رو همراهی میکنید همانگونه که آگاه هستید چندیست برخی از دیدگاه های مستقل حول ایران منطقه و جهان رو در کانال یوتیوبی به اشتراک میگذارم مهمترین مسئله ای که منطقه رو به خودش درگیر کرده و افکار عمومی کشورهای منطقه و دنیا و به طور مشخص ایرانیان رو بیشتر درگیر کرده حمله ناگهانی و شبانه گروه تروریستی حماس به بخشی از شهرک های یهودی نشین اسرائیل بوده که طبیعتاً انتظارهای بسیار ناپیدایی رو در طبقه از افکار عمومی ایجاد کرده از سوی دیگر واکنش هایی هم که جمهوری اسلامی به طور مشخص نسبت به این رویداد داشته نگرانی ها رو میتواند نسبت به گسترش جنگی همه جانبه حتی به مرزهای ایران در واقع افزایش بده من قبل از اینکه بخوام اصلا به مسائل تحلیلی ماجرا اشاره کنم از اینکه پیامد این رویداد چه خواهد شد از اینکه نتیجه این جنگ آنی و ناگهانی چه خواهد شد و نقش کشورهای مسلمان عربی به طور مشخص نقش جمهوری اسلامی به لحاظ حمایتهای لوژستیکی چه بوده و چه خواهد شد اول یک بررسی میدانی داشته باشیم که چقدر وجه تشابه و همسانی هایی که گروه های تروریستی هماسی ها نسبت به اسیرانی که به تعبیر از اسرائیل گرفته بودند روا داشتند درست یادآور صحنه هایی بوده که گروه های شورشی و تبهکار سال 57 وقتی به خیابان های شهر آمدند یعنی همون تفکر ترکیبی خمینیست ها رجویست ها بخش از گروه های چپ همه با همه وقتی ایران رو اشغال کردند یا ایران رو اون نظام پادشاهی رو که ساقط کردن به مراکز تفریحی به هر آن چیزی که با اونها همسونه بوده حمله کرده بودند دختران رو به تعبیری به خیابان میکشاندن الان صحنه ها رو شما میبینید اینا رو صحنه های آشنا و بسیاری از هموطنانی که من می دیدم صحنه های اسیرکشان و اسیرکشی و اسیر کشی یعنی اسیر رو میکشوندن اسیر رو میکشتن کاری که حماسیا کرده بودن قتل عام کردن در خواب کودکان رو قتل عام کردن سالمندان رو به اسارت کشوندن نشانه های زفر و پیروزیشان این بوده که زنی اسرائیلی و یهودی اسیر رو لخت مادرزاد کنند و جوانان گروه تروریستی هماس روی آن بشینند و شوق و شادی کنند و برخی از کشورهای به هر صورت توسعه نیافته از طالبان از امارت اسلامی طالبان تا ولایت اسلامی جمهوری اسلامی ما دیدیم که برای اینها شادی میکردن بی آنکه بدانند چه پیش خواهد آمد پس این شباهت عجیب و غریب تاریخی که همه تبهکاران ایدئولوژی اسلامی نه کل اسلام ایدئولوژی فقه سیاسی اسلامی میخواد طالبان باشه میخواد داعشیان باشن میخواد جمهوری اسلامی باشه که پدرخوانده همشون هستش میخواد بوکوهران باشه همشون از یک جنین زاده شدن ضعیف کشی زنازاری کودک کشی اسیر کشی اینا مختصات مشترکشونه حالا جالب اینجاست که من شما هم دیدید محتملن که جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی بوده که شربت پخش کرده من همینجوری که صحبت میکنم سنهای از این رو هم نشون میدم اتفاقا یک نکته رو همینجا بگم چون من دیدم برخی از جوانهای ایرانی منتقد جمهوری اسلامی ناراحت بودن گلایه داشتن که چرا مردم بایستی همراهی کنند من همینجوری که با شما صحبت میکنم این تصاویر دارم به شما نشون میدم هیچ کنه همراهی از سوی مردم نیست در یک شهر حدودا 20 میلیونی 20 نفرم نیومده که اونجا شربت بخوره خیلی تفاوت هست بین ملت ایران و جمهوری اسلامی این کار نهادهای حکومتیه ضمن اینکه به لحاظ اسلامی هم این غلطه خودشون هم میدونن بارها میگن که پیامبر مسلمین گفته که در, در, یکی از این جنگ هایی که مثل اینکه پیروزی به دست آوردن با کشتار برخی از به تعبیر خودشون کفار برخی از این جاهلان اعراب آن زمان که تازه مسلمان شده بودند و دور محمد گرد آمده بودند اونها خب شادی کرده بودند از حجم کشته ها میگن پیامبر اسلام گفته در مرگ دشمنانتون هم به شادی ننشینید این نه با فرهنگ ایرانی سازگار است نه با فرهنگ اسلامی حالا بحث من اصلا فعلا اینها نیست اینها یک توصیف محیطی میدانی است نکته دیگر اون که فقط اثبات کنم که همه این تبهکاران از یک تبارانند خیلی جالب بود بعد از ولایت فقیه ولایت اسلامی ایران که تعداد معدودی جشن گرفتن امارت اسلامی در افغانستان هم جشن گرفتن شما رو دارین همینجور که با شما صحبت میکنم دارید تصاویرش رو میبینید با موسیقی های خیلی حماسی برای فلسطین و طبقه ای از جوانان طالبانی و مردان طالبانی که برای این حمله شبانه حماس به کشور اسرائیل جشن گرفتن شیرنی پخش میکردن شادی میکردن خب این که یک ناشی از نوعی جهل ابدی و تاریخی هست نوعی نشان از در واقع توسعه نیافتگی هست که روی کرد قبیله ای دارند که در کشتن دشمن به شادی بنشینند و رفتارهای از این دست پیدا هر چه توسعه نیافته تر خوناشامتر خصومت گسترتر و میل به خشونت فزاینده به مسابقه بقا در زمین نزاع دارند این یکی از مختصات مشترک خب حالا برگردم بحث های تحلیلی چون این باعث در سه من وقت نمی کنم. خواستم شورت ویدیو بدم یعنی ویدیوهای کوتاهی که کانال یوتیوبی ایجاد کرده خب این امکانش نیست مطلب خیلی زیاده نتیجه چه خواهد شد چه پیش آمد آیا نهادهای امنیتی کشور اسرائیل دچار آنقدر ضعف و زوال شدن که مثلا قافلگیر شدن و ناگهانی بوده احتمال همه گزینه ها وجود داره که رخنه ای صورت گرفته باشه به تعبیری یک عملیات انتحاری بوده باشه چون گزارش هایی رو که ما میدیدیم نحوه ورود گروه تروریستی حماس به ورودی مرزهای شهرک نشین اساسا شیوه شیوه استشهادیون بوده انتحاریون بوده گروه اسرائیلی تصور این رو که گروه تروریستی به طور هماهنگ خودکشی جمعی میخوام بخوام بکنن خب کمتر قابل پیش بینی بوده و این غافلگیری پیش اومده ضمن اینکه میتواند به هر صورت هستن در بخش های نظامی ارتش اسرائیل گروه هایی که به هر صورت شهروندان اسرائیلی دو شهروندان دوگانه تابعیت مضاعف عرب زبان که احتمال همه چیز وجود داره حالا چه ضعف بوده باشه چه قوت بوده باشه بس بر سر این نیست بس بر سر نقش جمهوری اسلامی و نقش مردم ایران الان هستش اول اینکه ملت ایران قطعا خودشون نیک میدونن که اینها درد مردم ایران نیست اینها بازی محافل امنیتی بازی جمهوری اسلامی برای درگیر کردن بیشتر مردم که آرمان های فلسطین که اصلا جمهوری اسلامی به همیشه مقداری جنگ لازمه اصلا ساختارهای مثل جمهوری اسلامی که شعارهای هفتگی مرگ بر این و آن دارند زمین مرگ می آرایند اصلا مرگ میخوان مرگ نباشه خودشون بقا ندارند در مرگ دیگران هست که بقا می آبند. در مرگ دشمنان فرضیه که میتونن جماعت و توده نگه دارن به سبک تودسان نگه دارند و دیگران و نخبگان و روشنفکران رو در زندان به زجر و زنجیر و زندان کنند و بکشند و زهر دختر کشی مثل آرمیت های در کما مثل محسای کشته شده رو بگیرند و کمرنگ کنند شباهت های اعمال تروریستی هماسی ها چقدر شباهت های میدانی با مردان جمهوری اسلامی از یک سو و طبقه از طالبان افغانستان که فرخنده رو یادتونه در خیابان زنده زنده سوزاندند یک دختر دانش آموخته الهیات که به یک جادوگر پیر گفته بود که آقا این کاری که شما میکنی بر سبیل اسلام نیست بر سبیل عقل هم نیست و اون جادوگر هم اومد گفت ملت ببینید ایشون داره به اسلام توهین میکنه ریختن تو خیابون و زنده زنده یک دختر رو جلوی نرینگان طالبان سوزاندن اینا خط مشترک همن. اما وظیفه نقش جمهوری اسلامی ببینید آیت الله علی خامنی کمتر از دو هفته شده دیگه صریحا اعلام کرده در دیداری که با برخی از مقامات یا به تعبیر سفرای سران کشورهای اسلامی داشته گفته که روی اسب مرده شرط نبندید اسب با... ببخشید روی اسب بازنده شرط نبندید و بازنده شما خواهید بود در این قمار اتفاقا ببینیم این بخش از صحبتاش رو نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی با رژیم سهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن اینا ضرر خواهند کرد باخت منتظر اینهاست. دارن اشتباه میکنن به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به با او باشه رژیم غاصب رفتنی است امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70 80 سال امروز سر حال داره حتما این سرطان ان به دست خود مردم و فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه خب ما گوشه از اسارت آقای خامنه‌ای رو میدیدیم که کمتر از ده روز بوده که به هر صورت یه سخنرانی داشته و اشاره کرده که کشورهای عربی که در صدد ایجاد ارتباط با اسرائیل هستن چون اینو چنان میکنیم خیلی از روزنامه های دیروز و امروز همگی به نحوی از آنها انتشار یافتن میدیدم اتفاقا همشون سعی میکردن نوعی حقانیت کلامی بر آقای خامنه ای به که ببینید رهبری داهیان چه پیشبینی ها کرد هرچه هست این مسئولیت مستقیم ایجاد میکنه برای جمهوری اسلامی اینی که پیامدهای این حمله از سوی اسرائیل نامشخصه آقای نتانیاهو گفته چی؟ گفته این عملیات نظامی ویژه نیست جنگ تمام یاره از جمله مشابهت ها و تشابه هایی که داره بسیار شبیه یازده سپتامبره در واقع برای ابت واشنگتن پست هم اینو زده بود در واقع برای کشور اسرائیل این به مسابه عملیات 11 سپتامبره. یازده سپتامبر هم همینجوری توسط یک گروه عادی صورت نمیگیره 11 اصلا عملیاتی از این دست روجستیک میخواد، مدیریت راهوردی میخواد، رهبری میخواد، رهبری معنوی میخواد، رهبری دوهنشین میخواد که نماز شکر خواند سجدت <applause> شکر انشاءالله علی هذا نصر اللهم اتم نصرک و عزم نجمه شعبینا و امتینا الله اکبر و بازوان نظامی جمهوری اسلامی پول تازه آزاد شده یه 6 میلیارد دلاری میخواد که سریحا شربت پخش میکنند و آقای رحیم سببی اتفاقا اظهار موضع هم کرد در حمایت از این ماجرا پس کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه شخص رهبری جمهوری اسلامی کمتر از ده روز رسانه هم که منعکس کردن اصلا به عهده میپذیرن یعنی امروز جامعه جم رو میدیدم رسما داره میگه بله برای امهای اسرائیل یعنی به لحاظ حقوق بین‌الملل حق اسرائیلی که بخواد هر گونه اقدام احتمالی رو صورت بده و این اقدام هر گونه اقدام احتمالی بوی خون و خاک میدهد و این متوجه مستقیم مسئولیتش مستقی مال جمهوری اسلامیه هموطنان بایستی به هوش باشن مسئولیتش مستقیم مستقی برای جمهوری اسلامیه برای بازوان نظامی برای رحیم صفوی این اینها اظهار نظر میکنند پس اظهار موازه آقای خامنه ای در جمع سفرهای کشورهای اسلامی که سریحاً بیان کرد که چی؟ به کشورهایی مثل پادشاهی عربستان بدون ذکر نام هشدار داده بود که اگر میخواهید قراردادی ببندید و پیمان صلح داشته باشید و رابطه بهبودی رابطه با اسرائیل میاندیشید نکنید این کار رو که این نظام رفتنیه خب طبیعیه که بسیاری از افکار امومی به این سمت میره که یک ارتباطات لوجستیکی و معنوی و پیامهای پنهانی بین گروه های مقاومت منطقه از الله لبنان تا حماس با جمهوری اسلامی وجود داشته سابقه کمک های مالی چمدانی 400 میلیون دلاری هم که وجود داشت اینو هم میدانیم و گزارش منتشر شده تو رسانه چاپی تهران هم منتشر شده نه اینکه مثلا یک زده انقلاب گفته باشه اظهارات آقای خامنی پیشتر هم بوده که ما بودجه هایی داریم برای کمک به گروه های فلسطینی و حماس اتفاقا اون رو هم ببینیم بعد نیست ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد و توانستیم مشت برادران فلسطینیم رو در قزه در مناطق دیگر تقویت کنیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل قزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد پس اگه بخوام جنبندی بکنم جدای از اون بخش آغازین که یک توصیف میدانی داشتیم که به شباهت کرداری روی کردی و رفتاری گروه های تروریست مشابه چه میخواد تبکاران طالبانی باشن چه بخواد یورشیان و شورشیان داعشانی باشن چه بخواد گروه های جمهوری اسلامی باشن که محسا و نیکا و به تعبیری صدهای دیگر رو قطع آم میکنن مجید رضا رهنوردی رو که دستش منقوش به شیر خورشید بود شکستند به بالای دار کشاندند و جلوی تلویزیون آوردن همه اینها در چند پارامتر شراکت مشترک هم کودک کشی زنازاری زن رو ضعیف دانستن اسیرکشی یورش شبانه هست شبانه از خواب آدم رباعی اینها وجوهات مشترک همشونه چه میخواد حماس باشه چه میخواد فتح باشه چه میخواد جمهوری اسلامی باشه چه بخواد به تعبیری طالبان باشه و با کشور دیگه پس این بخش توصیفش گفتیم در جنبندی بخوام بخش پایانی رو من بگم جمهوری اسلامی در این رابطه مشخص از چند منظر در مزان خطر هست خب پولی آزاد شده حدود 6 میلیارد دلار رهبری جمهوری اسلامی هم که گفته بود که ما به هر قیمت کمک هامون رو به اونها ادامه میدیم صریحا بیان کرد کردن پخش کردن برای شما پیشینه پشتیبانی مالی های از این دست رو هم که از سوی رهبری جمهوری اسلامی دیده بودیم آقای رحیم سووی به عنوان یکی از مشاوران ارشد حوزه نظامی آقای خاملی هم که اعلام حمایت صریح کرد به لحاظ لایه های سیاسی آقای حمید رسایی عضو جبهه پایداری اسلامی اونم که صریحا گفته که از مقامات جمهوری اسلامی خواهش میکنم که میخوام آزم شیم و در رو باز بکنه که ما بریم و پایان بدیم همه این پارامترها زمین نزاع بزرگی رو برای اتخاذ موازه تهاجمی اسرائیل در حق دفاع خیش ایجاد میکنه و آن روز روز ناپیدایی است که واشنگتن پست اشاره کرد که این عملیات به مسابه عملیات 11 سپتامبر هست و کل آسمان منطقه در حالی از ابهام است ولی آن باران سیاهی که محتملا در منطقه باریدن خواهد گرفت متوجه دو کشور خواهد بود یکی جمهوری اسلامی ایران دیگر لبنان بدرود تا تحلیلی تازه تر